به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجایی که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از استودیو مرکزی ایران فردا در لندن، همراه شما خواهم بود و در این شماره از برنامه چون دوشنبه شبهای پیشین در تفسیر خبر ابتدا نگاهی خواهیم داشت به موارد دیگری از نقض حقوق انسان ایرانی در جمهوری اسلامی و پس از اون مهمترین موضوع روز در ارتباط با ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، بحران رو به گسترش میان تهران و واشنگتن. پرزیدنت ترامپ شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس اعلام کرد که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم، اما خواهان این هم نیستیم که حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجازه نخواهیم داد که حکومت ایران به چنین سلاحی دست پیدا کند. مانور در خلیج فارس، مانور نظامی چند کشور جنوب خلیج فارس با بهره‌مندی از همراهی نیروهای آمریکایی در منطقه و اینکه گفته می شود عادل المهدی نخست وزیر عراق در حال میانجیگری میان تهران و واشنگتن است، از قطر هم به عنوان یک میانجیگر دیگر نام برده شده. آیا اراده برای برقراری یا برگزاری مذاکرات میان تهران و واشنگتن وجود دارد؟ آیا تمایلی در حکومت ایران هست و قدرتمند برای حل این بحران؟ یا آنگونه که بسیاری تاکنون گفته و میگویند حکومت ایران با ادامه بحران هاست که ماندگار شده است؟ همراه من و شما هستند دو میهمان امشب تفسیر خبر، آقای دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس و در وین، آقای خسرو فروهر، تحلیلگر سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای دکتر توفیقی. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم و دیگر مهمان محترم به برنامه. آقای خسرو فروهر با درود و سلام به شما در وین، پایتخت موسیقی کلاسیک جان. درود به شما جناب چالنگی گرامی، مهمان گرامی برنامه و همه بینندگان برنامه وزین تفسیر خبر. امیدوارم به زودی بتونیم این برنامه رو هم از ایران با همدیگه در کنار همدیگه انجام بدیم. در خدمت شما هست. آقای توفیقی ببینید الان بیش از 40 سال هست از حکومت ایران میگذره. زندانی سیاسی آزاد باید گردد چهار انقلاب بود، اما فردای پیروزی انقلاب زندانی سیاسی رو بدون محاکمه اعدام کردن بر پشتبان مدرسه علوی و بقیه به نظاره و تشویق ایستادن. این روند اعدام ها که سنگ بناش از همون روزهای نخستین پس از انقلاب با بازجویی های کسانی مثل ابراهیم یزدی آغاز شد، از کسانی که گرفته بودن، ظاهرن همچنان ادامه داره. پشت درهای بسته حکم اعدام صادر کردن، اصلا مسئله این نیست که کسی که محکوم به اعدام میشه چه کسی چه عقیده سیاسی داره، خواهان سلطنت هر نوع، مجاهد خلق، فدایی، توده‌ای، جبهه ملی، آدم هم به گروهی وابسته نیست. اینه که پشت درهای بسته حکم اعدام صادر میکنه. الان چهار یک نفر به اعدام محکوم شده، سه نفر به زندان های دیگه. اقدام علیه امنیت ملی، حق مردم نیست حداقل بدونن اینها علنا در یک دادگاه علنی کسانی که علیه امنیت ملی اقدام کردن ببینن واقعا مجرم هستن یا نیستن. چرا؟ چرا هنوز پشت درهای بسته؟ من تصور میکنم که این ناشی از ترسه. ترس از این که واقعا مردم مواجه بشن با این که خب این فردی که تحت محاکمه قرار میگیره بیگناه هستش.
اگر در سیستم جمهوری اسلامی، نه فقط جمهوری اسلامی، هر سیستمی که به مبانی قضایی خودش که عدالت و عدالت و رسیدگی دقیق و بی‌غرض و بی‌طرفانه هستش اطمینان داشته باشه، نباید واهمه و ترسی داشته باشه از اینکه مثلا متهم از خودش دفاع بکنه، احیانا مدارکی ارائه بده و اون سیستم قضایی یا اون در واقع دادخواست دادستان رو به چالش بکشه. من میخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، سیستم قضایی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته متاسفانه مبتنی بر حقوق بشر نبوده، بلکه مبتنی بر شرع بوده. و خب از اونجایی که مفسرین شرع هم خود فقها هستند، به هر طریقی و به هر روشی که خودشون تشخیص دادن درست هستش اقدام کردن. ما الان درست به ظاهر خیلی از متهمین دارای وکیل مدافع هم هستن، اما واقعیتش رو بخواید وکیل مدافع نمیتونه پرونده رو درست بخونه. حتی مواردی در واقع گزارش شده که وکیل تا روز قبل از در واقع دادگاه به مدارک دسترسی نداشته. یعنی حتی همون جایی هم که این آقایون یه مقداری خواستند در واقع جست امروزی و حالا حقوق انسانی رو به خودشون بگیرن، اون هم نتوانستند درست اون رو جلو ببرن. خشونت کوری که از فردای انقلاب و حتی قبل از انقلاب هم، حتی قبل از پیروزی انقلاب هم، ما به هر حال شاهد یک خشونت بودیم در واقع کسانی که خواهان تغییر نظام بودند، نظام گذشته بودند، این خشونت از فردای انقلاب، از فردای پیروزی حالت سیستماتیک به خودش گرفت و عملاً آنچه شد که ما امروز می‌بینیم و همچنان متاسفانه دادرسی‌های ناعادلانه و بدون امکان دسترسی به وکیل و امکان دفاع در واقع کامل ادامه داره و نتایج اون رو هم همین سیستم فاجعه باری هستش که در سیستم قضایی ایران شاهدش هستیم. الان اسامی 4 نفر هست منتشر شده: عبدالله قاسمپور، محمد حسین قاسمپور، علی رضا حبیبیان و اکبر دلیر. آقای فروهر، ببینید، گفته شده عضو سازمان یا هوادار سازمان مجاهدین بودن. اصلا مسئله این گروه یا اون گروه نیست. هر انسانی آزاد هست هر عقیده و راه روش سیاسی رو انتخاب کنه، اما اونجایی که امنیت ملی هست، پرسش اینه که حق مردم هست در جریان باشن، چرا دادگاه علنی برگزار نمیشه؟ چرا به این سرعت متهمین اتهامشون این هست که به پایگاه بسیج و آتش زدن در جایی؟ خب اگر چنین اتهامی هست، مردم باید بدونن اگر واقعیت داره. ولی پرسش این هست که چرا سرعت عمل در این موارد اینقدر سریع هست، اما اسید پاشان به روی دختران اصفهان هنوز در مجلس بحثش هست که چه مجازاتی براش تعیین کنیم چه نکنیم. تفسیر شما رو میشنویم. این سیستم بر چه پایه‌ای داره میچرخه و امیدی به اصلاحش هست نیست؟ چه هست آقای فرور؟ جناب چالنگی، به درستی سخن گفته میشه که از روز اول پیروزی این اشغالگران در ایران این طرز عملشون بوده. من متاسفانه باید بگم یک سری بت‌سازی ها درباره بعضی شخصیت های اون دوران مطرحن که امروز نام یکی رو میارم، آیت الله طالقانی. من اینو در برنامه های مختلف خودم هم گفته بودم. در حدود پایان اسفند ماه سال 57 بودن، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب، از آقای آیت الله طالقانی در یک مصاحبه مطبوعاتی میپرسن که این دادگاهی که انجام میدید بدون وکیل به این سرعت اعدام میکنید، این بر ضد حقوق بشره. من اجازه میخوام عین پاسخ ایشون رو برای شما بخونم. آیت الله طالقانی عین جملهش اینه، میگه که اگر شما بودید با این جانی ها چه میکردید؟ خب این پاسخ اولش بود، ادعا میکنه که اینا متهم هستند. و بعد نکته ای که میگه خیلی وحشتناکه، میگه از اون میپرسن چرا اونها رو به مرگ محکوم میکنید، چرا حداقل حبس ابد بهشون نمیدید؟ میگه در قانون اسلام مسئله زندان و محکومیت زندان به صورتی که در دنیا معمول است وجود ندارد و اینها دلایلی دارد که بارها گفتیم و خواهیم گفت. زندان اساسا جنایتی است برای افراد، چون ما به زندان باور نداریم آنها را محکوم به مرگ میکنیم. از کجا نقل میکنید آقای فرور؟
در نشریات داخل ایران به تاریخ این 26 اسفند ماه سال 57 اگه حضور ذهن داشته باشم روزنامه اطلاعات یا کیهان بود که روزنامه کیهان دست آقای هاتفی بود که از اعضای حزب توده بودن که بعد خودشون هم چند سال بعد اعدام میشن. روزنامه کیهان الان در دانشگاه منچستر اومده آرشیوی داده بیرون، تمام روزنامه‌های دوران انقلاب همه اونجا هستن و یه چیز غم انگیز اینه که من بسیاری از این روزنامه‌ها رو دانلود کردم جناب آقای چالنگی و شما خشونت و علاقه به خشونت رو نه فقط در بین اسلامگرایان بلکه مثلا روزنامه کیهان که دست آقای هاتفی بود، رحمان هاتفی حضور ذهن داشته باشم، تمام سرمقاله‌ای که اونجا می‌ذاشتن آفرین می‌گفتن به ادامه. خود آقای هاتفی چند سال بعد به خاطر عضویت در سازمان‌های چپ اعدام میشه. این روند باطل اعدام و کشتار از آغاز تا به امروز بوده و باید پایان بگیره. و یک نکته رو بگم، شما هم اشاره کردید، این آقای یاسین رامین اگه اشتباه نکنم حکم گرفت بعد از چند سال، از 1393 الان یه چند سال گذشته دیگه، 6 سالی میشه، 5 سالی میشه، 5 سال طول کشید تا حکمشو بگیره 17 سال. از این 17 سال فقط 7 سال باید بره زندان. حالا بره یا نه، آقایی که باعث مرگ کودکان شده بود، از هلال احمر پول بالا کشیده بود 7 سال، تازه اون هم که میدونیم چگونه خواهد بود، ولی دیگران رو اعدام، دادگاه‌های چند دقیقه‌ای. این دلیلش ماهیت جمهوری اسلامیه که آیت الله طالقانی از روز اول این رو گفته بود و تا به امروز هم ادامه ده. آقای توفیق، البته اینو من بگم طبق سنت تفسیر خبر، اگر هواداران یا دوستداران یا پیروان آیت الله طالقانی یا سخنگویان یا میراث به اصطلاح وارثان آیت الله طالقانی سخنی در پاسخ دارن در آیت تفسیر خبر به اونها قطعا باز است. آقای توفیقی، این روند عملا نشون میده که حکومت ایران همچنان نسبت به تعهدات بین المللی ایران که پیش از انقلاب بوده و بعد لغو نشده همچنان چندان اهمیتی براش قائل نیست، چون اینه؟ ببینید، در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی تعهدات بین المللیش رو به صورت انتخابی به اونها عمل میکنه، یعنی اونجاهایی که احساس میکنه به نفعش هست و اونجاهایی که میتواند مبتنی بر تعریف و تفسیر خودش از دین یک تطابق رو با این در واقع کنوانسیون های بین المللی ببینه به اونها عمل میکنه، اما متاسفانه در باقی موارد به اونها عمل نمیکنه. یعنی مثلا یک کنوانسیونی رو میپذیره، فرضاً کنوانسیون منع مجازات اعدام برای کودکان، اما خب ما بارها شاهد بودیم که در واقع افراد کودک و زیر 15 سال رو در واقع اعدام کرده علی رغم پذیرش این کنوانسیون. این من فکر میکنم برمیگرده به اون ماهیت فقهی جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی دو در واقع ظاهر وجود داره، یک ظاهر مدرن و یک ظاهری که مثلا متناسب با دنیای امروز دادگستری هست، انتخابات هست، رادیو و تلویزیون و ارتباطات هست، اما یک رویه دیگر جمهوری اسلامی که مبتنی بر فقه هستش میتوان به جرأت ادعا کرد که همچنان یک رویه عقب مانده ضد انسان و غیر قابل تطابق با حقوق امروزین بشر و حقوق بنیادی انسان ها. از اونجایی که در کارگزاران جمهوری اسلامی ناچار هستند برای حفظ ظاهر وقتی که با دنیای بیرون ارتباط برقرار می کنند و یا در مقابل مطالبات هممیهنان و شهروندان قرار می گیرند یک رویه در واقع امروزین رو از خودشون نشون بدن، به اون قسمت هایی که اصطلاحاً با دنیای امروز مطابق هستش در واقع رجوع میکنن، اما در باطن هم همچنان مجبور هستن که در واقع اون اصول فقهی رو در واقع رعایت بکنن. این تناقض باعث میشه که جمهوری اسلامی عملا یک همون موجود شترگاه پلنگی باشه که ناکارآمدی و مشکلاتی که امروز ما میبینیم باهاش مواجه باشیم. این آقایون نه امکان این رو دارن که خودشون رو به طور کامل با دنیای جدید مدرن و مبتنی بر رعایت حقوق انسان منطبق بکنن،
و نمیخوان به طور کامل به اون فقهی که مثلا خودشون اون رو به عنوان یک افتخار یا به عنوان یک محور به حساب بیارن. من تصور میکنم تا زمانی که رویه به این گونه باشه، یعنی ما شاهد مثلا یک دادگستری به اسم باشیم و به نام، اما محتوای اون مبتنی بر فقه و اصول دین و شریعت باشه، همچنان شاهد یک چنین تناقض‌ها و مشکلاتی در رابطه با نقض حقوق اساسی انسان‌ها مواجه خواهیم بود. خوبه آقای فرورد، اگه به شما گفته بشه که ما جمهوری اسلامی هستیم، یک همه پرسی هم رأی اکثریت آوردیم در ایران و طبعا بر اساس آقای توفیقی هم اشاره کرد قوانین شریعت اون گونه که ما اعتقاد داریم داریم رفتار میکنیم، دستگاه قضایی ما اینه، و آقای ظریف هم، محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران هم بنابراین بر اساس چنین مقدماتی روبروی دوربین های غرب، تلویزیون های غربی میشینه و ما زندانی سیاسی نداریم، اینها زندانی سیاسی نیستن، اینا همون مجرمایی هستن که آقای طالقانی هم سالهم اشاره کردن. شما چه خواهید گفت؟ من میخوام خیلی منصفانه بگم، بعد اگر از جمهوری اسلامی سخن میگیم باید حتی من چون باش دشمن هستم ولی میخوام بی‌طرفی رو رعایت کرده باشم، از محمد جواد ظریف و خمینی شروع نشده بود، در همون دوران انقلاب مشروطه حتی سیاسیونی که امروز بت بزرگ هستن برای بعضی ها آرزوی اینو داشتن که احکام اسلامی در ایران اجرا بشه. خمینی وقتی که گفته بود که من آمدم که احکام اسلامی رو اجرا کنم، همه میدونستن این رو، ولی چیزی که ما نمیدونیم اینه که سیاستمداران دیگر ما هم که عمامه نداشتن رو خواستار بودن. ببینید صحبت از همه پرسی کردین، خیلی ساده، من حتی عقیده دارم که خود خمینی هم به این همه پرسی باور نداشت، چرا که در همه پرسی همه یک حق رأی داشتن، اگه میخواستن قانون اسلام رو کاملا رعایت کنن رأی زنان باید نصف رأی مردان میبود و همچنین غیر مسلمانان حق رأی نمیتونستن داشته باشن. واقعیت اینه و من بارها این رو در برنامه‌های مختلف گفتم که ما الان در یک دورانی هستیم که نسل من، نسل شما و نسل‌های جوان‌تر از ما آینده ایران رو تعیین خواهند کرد. شاید یکی از خوبی‌های تنها خوبی این رژیم اسلامی بود که این امید به یک اسلام بهشت آور، اسلام خوشبخت کننده سیاسی برای همیشه از ذهن ما دور شد. ببینید آقای چلنگی عزیز، ما میخوایم در باره آمریکا هم بکنم امروز صحبت کنیم. شما شاید بودید که بعضی از سرداران سپاه، یکی از سرداران کنم آقای سلامی بود اگه حضور ذهن داشته باشم، یکی از همین ها خلاصه گفته بود که مشکلات اقتصادی کشور رو میتونیم به راحتی حل کنیم، اگه اشکان آقای رضایی بود، و گفته بود که میایم چند تا از سربازای آمریکایی رو اسیر میکنیم، گروگان میگیریم و اونها رو در قبال در مبالغ بالایی میدیم دست آمریکایی‌ها. حساب کرده بود توی برنامه ویدیوی اشتباه نکنم و گفته بود تمام مشکلات اقتصادی ما حل میشه. همه بهش خندیدند آقای چالنگی، در حالی که در کتاب ولایت فقیه خمینی دقیقاً این مسئله اومده بود. خمینی گفته بود اقتصاد مملکت ما بر مبنای جزیه. جزیه چیست؟ جزیه رو غیر مسلمانان باید بدن در قبال حمله، در قبال تمام اینا رو نوشته بود، حمله به کشورهای دیگه، گرفتن باج. خب شما به من نگفتید آقای فرورد، به طور خلاصه خب اشکال چیه؟ آیت الله خمینی میگه من یک به اسم مرجع مذهبی هستم، استنباط منم اینه، به تکالیف دینیم دارم عمل میکنم. استنباط پاسخ خیلی ساده است، من و شما، امثال من و شما نوعی سالهای سال تمکین کرده بودیم به این مسئله. یه مدتی هم در جمهوری اسلامی اصلاح طلبان هنوز صحبت از اسلام سیاسی خوب میکردن. از این بعد گذر کنیم، داریم گذر میکنیم، تظاهراتی هم که در ایران بوده اینو به ما نشون میده، گذر میکنیم. اینها چی میگن چی میخوان دیگه گذشته تاریخه. من فکر میکنم آقای چلنگی آینده ایران روشنه و این مسئله آمریکا رو که گذر بکنیم مردم بتونن خودشون به صحنه بیان، فکر میکنم این مسائلی که امروز درباره صحبت میکنیم جزئی از تاریخ ما باشه و دیگه تکرار نشه. گفتگو میکنیم با آقای آلان توفیقی، دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و آقای خسرو فروهر تحلیلگر سیاسی در وین. آنچه که پرزیدنت ترامپ شب گذشته در
مصاحبه با تلویزیون فاکس گفت و شرایط وزارت خارجه آمریکا برای تغییر رفتار حکومت ایران، یا حکومت ایران نیرو یا اراده تغییر رفتار خود رو داره؟ آیا تغییر بر اساس موازین حقوق بشر میتونه بالقوه در دستور کار گردانندگان حکومت ایران باشه؟ و پرسش های دیگر تا لحظاتی دیگر. آقای توفیقی، شب گذشته خوب مصاحبه دونالد ترامپ بوده با شبکه تلویزیونی فاکس که آمده و گفته که ما به هیچ وجه خواستار جنگ نیستیم، جنگ بدی های جنگ رو اشاره کرده ایشون و همینطور رقبای ایشون مثل آقای میترامرین که رقیب حتی در مرحله انتخاباتی بوده گفته آقای ترامپ جنگ نمیخواد، از روز اول این رو گفته بود، جنگ های عراق و افغانستان رو هم محکوم کرده بود به نحوی. به نظر شما این بحران هسته اساسیش کجا هست؟ اما تاکید ایشون بر این هم بوده که ضمناً اجازه نخواهیم داد حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. این بحرانی که ایران رو به اینجا رسونده، هسته اصلیش، نقطه آغازش کجا بوده و چشم‌اندازش رو برای حل چطور شما می‌بینید؟ البته آقای ترامپ این مصاحبه رو بعد از اون توییت جنجال برانگیزش در واقع انجام داد که در اون توییت گفته بود که بهتر ایران آمریکا رو هرگز تهدید نکنه وگرنه این پایان رسمی ایران خواهد بود. یعنی به نوعی بله نگفت در اون توییت هم حتی نگفته که جنگ، حالا معلوم نیست شد راه دیگه یا غیر از پایان برای حکومت ها باشه. بفرمایید. بله به هر حال پایان رسمی، اولا که آقای ترامپ حکومت ایران رو نگفته بود، متن توییت هستش، در اون توییت کلمه ایران رو در واقع به کار برده بود که پایان رسمی ایران خواهد بود. گرچه من معتقدم نه آقای ترامپ فاجعه‌ای مثل آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و مغول و نمیدونم همه کسانی که به نوعی خواستن در این سرزمین کهن تاخت و تادی داشته باشن هرگز یارای اون رو نبودن، یارای در واقع توان اون رو ندارن و نخواهند داشت که این سرزمین رو در واقع از بین ببرن. ببینید هسته اصلی بحرانی که امروز ما اون رو در یک حالت اوج بین آمریکا و جمهوری اسلامی در واقع داریم میبینیم برمیگرده به نوع نگاه و نگرشی که حاکمان ایران در نحوه مدیریت کشور دارن. در دنیای امروز کشورداری مبتنی بر اصول علمی هستش. حالا خب ما اینجا نمیخوایم بینندگان رو خسته بکنیم، اما یکی از مهمترین این اصول بحث رواداری، تحمل و گفتگو با دیگران هستش. جمهوری اسلامی متاسفانه راه‌های گفتگو رو فقط بر مردمان خودش نبسته، بلکه این راه رو تا حدود زیادی در سیاست بین المللی و دیپلماسی خودش رو هم در اون محدود کرده. ببینید شما حتی اگر جمهوری اسلامی رو یک حکومت دینی فرض بکنید، در دین هستش که در قرآن آمده است که خداوند بشارت میده به کسانی که همه حرفا رو گوش میدن و بعد در بین اونها بهترین رو انتخاب میکنن. این آقایون، یعنی آقای خامنه ای که امروز در واقع فرمان اصلی اداری کشور به دست او هستش، این رو هم نادیده گرفته، کما اینکه برای گفتگو کردن حتی ما نیاز به قرآن نداریم، یک اصل منطقی و عقلی است. آقای خامنه ای دو تا پاشو کرده توی کف که الا و بلا ما با در واقع امریکا گفتگو نمی کنیم، البته در مقطع فعلی و در ظاهر، به خاطر اینکه تجربه نشان داده که هر موقع سنبه زور پر زور بوده، این آقایون ابتدا در خفا و در پشت صحنه مذاکراتی داشتند و بعدش اون رو هم علنی کردند. در حال حاضر سیاست هایی که به نظر من آقای خامنه ای در پیش گرفته، مبتنی بر استراتژی مقاومت که خودش اسمش رو گذاشته مقاومت، نه جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم،
ما رو به نقطه‌ای رسونده که متاسفانه در دوراهی صلح و جنگ قرار گرفتیم. جنگی که اگر اتفاق بیفته به نظر من مشکلات بسیار بزرگی برای کشور و هموطنانمون ایجاد خواهد کرد. من فقط یک توضیح خیلی کوتاه بدم درباره اون چه که آقای توفیقی گفت درباره توییت پرزیدنت ترامپ. اینی که کلمه ایران به کار میره این یک رسم متداول هست، حتی در فارسی مثلا میگن مسکو میگوید یا روسیه میگوید یا روسیه گفت. کشورها رو به جای حکومت در ادبیات خبری به کار میبرن. تفسیر شما رو در همین زمینه میشنویم آقای. با اجازتون من چون نمیخوام بحث رو دینی کنم ولی مهمان گرامی بحث رو دینی کردن، خب در قرآن اختلو لذین الله یومینون بالله و رسوله هم اومده و در ادامهش گفته که انقدر بجنگی تا به شما جزیه بدن در کمال خفت. یعنی میتونیم الان بحث رو دینی کنیم. بله بحث ما اون نیست، البته بحث ما بحث روز هست و ما نمیخوایم. بفرمایید. از ارازل و اوباش جمهوری اسلامی ویدیوش هست که چند شرط گذاشته بود برای تسلیم آمریکا و یکی از شرطاش این بود که پرچم اسلام بر فراز کاخ سفید باشه و مسیحیان آمریکا یا مسلمان بشن یا جزیه بدن. ویدیو مال هفته قبل در جلوی بسیجی ها هم سخنرانی کرده بود. ولی برگردیم به مسئله آقای ترامپ. من آقای چالنگی اون حدودا در سال 2015-2016 در حوزه انتخابات چندین برنامه در تلویزیون اندیشه و موقع بودم انجام دادم و موقع هم اشاره کرده بودم که آقای دونالد ترامپ به هیچ وجه تمایل به جنگ و جنگ افروزی نداره. یکی از مهمترین دلایل مخالفت دونالد ترامپ با خانواده بوش حمله یا جورج بوش در به عراق بود که او به شدت با اون مخالفت کرده بود و همچنین حمله آمریکا به افغانستان رو. دونالد ترامپ از روز اول مخالفت خودش رو با جنگ آوردن سربازها به خاورمیانه گفته بود، همچنین مشاورانی اکنون به کادر اضافه شده مانند آقای جان بولتون که فراموش نکنیم جان بولتون در زمان جورج بوش وارد سیاست آمریکا شده بود و از به اصطلاح عقاب‌های نئوکان‌های جورج بوشه. ولی خود آقای دونالد ترامپ در مصاحبه‌هایی که جدیداً انجام داده بود به صراحت اومد گفتش که صحبت‌هایی که جان بولتون در این زمینه انجام داده صحبت من نیست، اینا مشاوره من هستن، تصمیم آخر رو من میگیرم. ببینید آقای چالنگی، من خیلی رک و پوسکنده جزی در یک دقیقه خیال مردم رو راحت کنم، آمریکا هرگز به جمهوری اسلامی در دوران ترامپ حمله نظامی نخواهد کرد مگر اینکه جمهوری اسلامی یک بلاهت عجیبی انجام بده، مثلا بره نیویورک بمب بذاره از این مسائل. چرا این کار نخواهد کرد؟ چون نیازی نداره. چرا نیاز نداره؟ به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ الان با خود روسیه مستقیما داره مذاکره میکنه، با چین مستقیما داره مذاکره میکنه، روی اتحادیه اروپا فشار آورده، جمهوری اسلامی رو از لحاظ اقتصادی در محاصره داره قرار میده و میدونه که اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه. دوما خود مردم ایران دارن اتکا میکنن و میدونن جمهوری اسلامی پایه مردمی نداره. تمام کشورهای اسلامی منطقه امروز از دشمنان یا مخالفان جمهوری اسلامی هستند. حتی خانم موگرینی که امید جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا بود که کارش به زودی تمام میشه، در بیانیه چه هفته پیش گفته بود که اگر آمریکا حمله کند ما در کنارش خواهیم بود. آقای چالنگی عزیز، دونالد ترامپ نه ایدئولوژی جنگ افروزی داره نه نیازی به جنگ، ولی این رو مطرح میکنن، ناسیونالیسم ایرانی رو میخوان قاطی جمهوری اسلامی بکنن. اینها در اصل دارن برای جمهوری اسلامی جنگ تبلیغاتی میکنن. داخل آقای توفیقی، وزارت خارجه آمریکا آقای مایک پومپئو 12 شرط برای یه حکومت ایران برای تغییر رفتار حکومت ایران قائل شده. به نظر شما حکومت ایران این اراده رو برای تغییر رفتار داره؟ به عبارت روشن‌تر اینکه آیا اصلاح پذیره؟ آیا هنوز میشه به امید داشت به اینکه این حکومت اصلاح خواهد شد و بر اساس موازین بین المللی و منافع ملی مردم ایران رفتار خواهد کرد یا امیدی دیگه نیست؟ من ابتدا میخوام یک نکته رو در مورد صحبت‌های آقای فروهر خدمتتون عرض کنم. ببینید، من اگر به استناد کردم به یکی از آیه های قرآن، نخواستم که بحث رو دینی بکنم. منظورم این بود که اگر فرض رو بر این بگیریم که جمهوری اسلامی حکومت دینی است که خودش این ادعا رو داره، حتی در قرآن باب مذاکره و گفتگو بسته نیست، گرچه بنده هم میدانم که آیات متعددی در
قرآن وجود دارد، مبتنی بر جنگ، مبتنی بر قطع دست و پا و موارد متعددی که به هیچ وجه قابل انطباق با اصول حقوق بشری امروز نیست. اما اگه از این بگذریم و به اون پرسش رو شما برگردم جناب تالنگی عزیز، میدونید این شرط هایی که آقای پومپئو گذاشتن برای یا 12 شرطی که اساساً کلیت دستگاه اداری امریکا در مقابل ایران قرار داده، هیچ کدام از اینها مبتنی بر اصلاح حکومت در رفتار با شهروندان خودش و رویه های حکومتی نیست. یعنی در واقع به نظر من حتی اگر جمهوری اسلامی این 12 شرط رو بپذیره که مبتنی بر اصطلاحاً در انتها باید یک حکومت نرمال شده باشه، یعنی حکومتی که مثل سایر کشورها معتقد به اصول بین المللی، قواعد میان کشورها، عدم مداخله در امور یکدیگر، موارد این چنینی رو حتی اگه جمهوری اسلامی بپذیره، متاسفانه باید گفت که در این 12 شرط هیچ شرطی مثلا مبتنی بر این که آزادی‌های سیاسی مردم ایران رعایت بشه یا در داخل کشور امکان برقراری یک دموکراسی بومی و مبتنی بر فرهنگ و اعتقادات مردم ایران وجود داشته باشه و یا حتی اصول رعایت حقوق بشر در مورد شهروندان ایرانی، هیچ کدام جز به این اصول 12 گانه نیست. بنابراین به نظر من حتی اگر جمهوری اسلامی که تجربه هم نشان داده موقعی که خیلی احساس خطر بکنه، همان گونه که آقای خمینی فکر میکرد که اگر مصلحت جمهوری اسلامی نه منافع مردم ایران اقتضا بکنه باید توحید رو هم تعطیل کرد، چه بسا اینها بپذیرند این شروط 12 گانه رو. اما من فکر نمیکنم حتی پذیرش این شروط 12 گانه خیلی اون مطالبات مردم ایران مبتنی اون بحث دیگر اشاره توفیقی. ببینید حالا اشارات یا سخنان مسئولان آمریکای هول و چه این 12 شرط باز اشاره داره به آزادی های به اصطلاح مورد نظر شما در مورد مردم ایران. ببینید بس این نیست مثلا کدوم بنده اجازه بفرمایید آقای توفیقی. من میگم صحبت های آقای مایک پومپئو و بقیه در حول و حوش این 12 شرط بارها و بارها اشاره کردن که حکومت ایران نقض کننده حقوق انسان ایرانی است. این صحبت های پومپئو رو شما مراجعه کنید آقای و بقیه مسئولان آمریکا. بس بر سر این نیست که بپذیرن یا نه، بس بر سر اینه که آیا حکومت ایران این توان رو داره، توان تغییر رو، ولو اینکه همه اینهایی که شما اشاره کردید در مورد مردم ایران هم نباشه، آیا توان چنین تغییر رو داره شما میبینید؟ بله، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از قدرت انطباق بسیار بالایی برخورداره. یعنی اگر حقوق شهروندان ایرانی رو کنار بگذاریم که هیچ وقت در مورد اونها در 40 سال گذشته هیچ وقت کوتاه نیومده، در موارد منازعات بین المللی هر کجا که احساس کرده کلیت نظام جمهوری اسلامی در خطر هستش، یک مثال براتون میارم، آقای خامنه ای تا قبل از برجام، تا 6-7 ماه قبل از برجام ادعاش این بود که امریکا به ما خیلی فشار نیار وگرنه شاهد کربلا خواهیم. اما دیدیم که در واقع چند ماه قبل از علنی شدن صحبت از درمش قهرمانانه و صلح حسنی و موارد اینچنینی کردن. یعنی در دایره معارف دینی این آقایون از کربلا تا وضعیت امام حسن که به قول خودشون یک صلح و نرمش قهرمانانه کرده امکانش هست. بنابراین مشکل اصلی همینجاست. اتفاقا من که این بحث رو مطرح میکنم، ببینید آقای پومپئو در شروط 12 گانش به هیچ وجه حتی اینو یک مورد اینو اشاره کردید آقای توفیقی، اینو اشاره کردید شما، بفرمایید آقای فرمان. ببینید یه نکته که اینجا به نظر من مهمان گرامی برنامه اشتباه میکنن، تفاوت تاکتیک و استراتژیه. استراتژی جمهوری اسلامی، سیاست دراز مدت جمهوری اسلامی هرگز تغییر نکرده، ولی در شرایط کوتاه مدت به خاطر مساله تاکتیکیشون بعضی صحبت‌ها یا به قول خودشون زرنگی‌ها یا تزویرهای سیاسی خودعه به قول خمینی رو انجام دادن. بیایم نگاهی داشته باشیم آقای توفیقی، آقای چالنگی، به 40 سال گذشته، نه یه مقطعی به مسائل نگاه کنیم. آیا خمینی گفته بود که میخوام انقلاب رو صادر کنم یا نه؟ ببینیم الان در یمن هستن،
در سوریه هستن، در جنوب لبنان هستن یا نیستن. این که در مقاطع کوتاهی میان به اصطلاح صلحی که آقای محمد ابن عبدالله با کفار مکه کرده بود، ولی در پایان مکه رو گرفت. ما نباید فکر بکنیم که جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی خودش را هرگز تغییر نخواهد داد، به خاطر اینکه امنیت جمهوری اسلامی وابسته به ایجاد تشنج در خاورمیانه است. و به همین دلیل هم است که بینندگان عزیز، در سیوم ماه می میدونید که سلطان عربستان سعودی کشورهای منطقه رو به یک گردهمایی دعوت کرده. متاسفانه باید بگم جمهوری اسلامی ایران رو به پرتگاه نابودی برده. اتفاقا ایران در طول تاریخش چند بار به پرتگاه نابودی نزدیک شده بود. این بار از دید من نزدیکترین مقطع تاریخیش به نابودیه. چرا؟ به خاطر اینکه فراموش نکنیم بمب‌های اتمی پاکستان بیخ گوش ایرانه و بسیاری از ژنرال‌ها و سیاستمداران کشور پاکستان نزدیکی خاصی به بعضی از کشورهای خلیج همیشه فارس دارن. و وقتی ما نگاه می‌کنیم که آقای مایک پومپئو و آقای جان بولتون چه ارتباطات نزدیکی با بعضی از سران کشورهای خلیج همیشه فارس دارن و تماس‌هایی که محمد ابن سلمان گرفته بود با آقای مایک پومپئو، به نظر میاد که اینجا حمله به دونالد ترامپ از سوی برخی از اعضای اپوزیسیون ایران کار بسیار اشتباهی. امروز منظور شما چی هست؟ یعنی این تماس ها رو در چه مسیری شما دارید تعبیر میکنید؟ بله، کنفرانس فوق‌العاده سران عرب هست که قرار سیوم ماه می باشه، مانوری هست در خلیج فارس. همه اینا رو بخواید جمع‌بندی کنید، نتیجه ایش میخواید بگیرید چی هست؟ در منطقه کشورهایی داریم که خواهان تجزیه ایران هست و این فقط ربطی به جمهوری اسلامی نداره، پیش از اون هم با ایران و تمامیت ارض ایران مشکل دارن. اینها بعضی هاشون فکر میکنن که اگر واقعا آمریکا به ایران حمله کنه میتونن سهمی از این گربه رو، تیکه‌ای از گوشت گربه رو به دست بیارن. ولی من این رو میگم، ما مردم ایران باید بدونیم که دونالد ترامپ و عده‌ای از مشاورینش، من از جف سشن که متاسفانه از هم اولین سناتور آمریکایی که ازش حمایت کرده بود الان دیگه دادستان کل نیست، تا برخی دیگر، من درباره تحقیق کردم آقای چالنگی، اینها خواهان نابودی و تجزیه ایران نیستن. اینجا آقای چالنگی یک دقیقه، وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما امروز ایرانیان خارج از کشور این، به جای اینکه به ترامپ حمله کنیم، بریم در خیابونا و نشون بدیم که ما در صحنه ایم و دونالد ترامپ و دولتش میتونه روی مردم ما حساب کنه، نه روی بعضی از کشورهای منطقه که میخوان ایران رو به جنگ بکشونن و حتی به نظر من بسیاری از اونا آرزو ندارن که قاسم سلیمانی و عمالش کسافتکاری یا حماقتی رو در منطقه انجام بدن، مثل جریانی که با نفتکشا بود. ایران جنگ اون جریان نفتکشا هنوز کاملا دقیق ثابت نشده کار چه کسی بوده و چه انگیزه‌ای بوده. انگشت اتهام از همه طرف ها متوجه یک دیگه، متوجه اسرائیل، متوجه حکومت ایران هست، متوجه برخی از کشورهای دیگه منطقه هست. اما نقطه‌ای که هست این موشک پراکنی در بغداد هست و اینکه در حکومت ایران آقای توفیقی گفته میشه که جناحی خواستار ادامه همین وضع هستند و جناحی هم خواستار ادامه جنگ، یعنی بر راه انداختن جنگی در منطقه. تا چند از این نظر بازتاب واقعیت؟ والا من ابتدا میخوام یه جوابی به جناب فروهر بدم. ببینید ایشون اولا اشتباه من رو که من هر کی صحبت‌های ایشون رو گوش کردم متوجه اشتباه خودم نشدم، امیدوارم بینندگان حداقل متوجه شده باشن. صحبت‌های ایشون بسیار آشفته است. از یک طرف میگه که ترامپ میخواد از طریق در واقع مثلا کشورهای عرب حوزه حاشیه خلیج فارس در واقع اینها میخوان به ایران حمله بکنن، ایران رو تضییع بکنن. ولی اجازه بفرمایید پس اشتباه آقای توفیقی، اجازه بدید شما 30 ثانیه بفرمایید اشتباه آقای توفیقی چی هست، چون ایشون متوجه نشد. من اصلا نگفتم آقای ترامپ میخواهد، من گفتم کشورهای منطقه. اینجا نگید آقای ترامپ و کشورهای منطقه، این خیلی برای من مهم بود. من نگفتم آقای ترامپ، اتفاقا برعکس. شما اشاره میگن گفتید اشتباه آقای توفیق. ببینید آقای چالنگی، یه اصطلاحی هست میگن که طرف گفت شله در واقع اما نمیلنگه.
ببینید ما صحبت از وقتی حمله به ایران میکنیم، این اصلا در واقع یک جنگه. اینکه این جنگ چرا اتفاق میفته یک بحث در واقع جدا هستش. ما الان بحثمون در واقع اینجا بود که شما از بنده پرسیدید که آیا جمهوری اسلامی توان تغییر در برابر این مطالبات 12 گانه امریکا رو داره یا نه. بنده عرض کردم که جمهوری اسلامی از کربلا تا صلح امام حسن رو تو جیبش داره، هر وقت لازم باشه کربلایی میشه در مقابل مردم خودش، هر وقت هم در مقابل زور پرزور گیر کرده در واقع صلح امام حسن رو در مقابل خودش دیده و این هم بسیار مصادیق داره. آقای خمینی که میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، مجبور شد جام زهر رو بنوشه، یا آقای خامنه‌ای. بنابراین ما اگر میخوایم اینگونه وانمود بکنیم که این آقایون در واقع تا کربلا وای میسن، نه خیر اینطوری نیست. این یک نکته. نکته بعدی، خب آقای توفیقی اجازه بفرمایید همین نکته مسائلی درش هست. ببینید در زمان آقای خمینی حرف اول تا آخر رو آقای خمینی میزه. شما الان در ایران وقتی به دقت مطمئنم نگاه میکنید، حرف اول تا آخر رو آقای خامنه ای نمیزنه مثل آقای خمینی. شما آقای خامنه ای دستگاه دولتی یه حرف داره، یه رفتاری میکنه، انجمن متوسلین به حضرت عباس در نارمک هم میتونه بیاد حمله کنه به سفارت عربستان. اصلا مسیر سیاست خارجی یا منطقه دولت مثلا موجود رو به هم بریزه. یعنی حرف اول آخر این بحث کاملا روشنی است که قابل مقایسه نیست با زمان آیت الله خمینی. یک زمانی از آقای احمدی نژاد میشه محبوب، یک زمانی مغضوب، و همه اینها هست و همه هم حضور دارن همزمان با همدیگه در عرصه قدرت. بفرمایید. ببینید در زمان آقای خمینی هم اینطوری نبود که فقط ایشون تصمیم بگیره. مثلا در بحث خاتمه جنگ آقای رفسنجانی نقش بسیار در واقع مؤثری داشتن و خب الان هم همین گونه هستش. ببینید برگردم به سوال شما، بله در داخل ایران گروه هایی هستند، بخش هایی از حاکمیت هستند که دنبال یک جنگ محدود هستند. چگونه؟ مثلا همین اتفاقی که الان داره میفته، در واقع جمع شدن سران برخی از کشورهای منطقه بر علیه ایران و مثلا چند تا موشک به ایران زده بشه یا زیرساخت ها مورد حمله هوایی قرار بگیره. چرا؟ چون این گروه فکر میکنن که یک جنگ محدود میتواند انسجام داخلی رو افزایش بده و احساسات ملیگرایی مردم رو تحریک بکنه و جمهوری اسلامی چون تجربه جنگ 8 ساله با عراق رو هم داره، بخشی اینطوری فکر میکنن، میگن که اگر این یک جنگ محدود با امریکا اتفاق بیفته، ما میتونیم خودمون رو در واقع بیمه شده حساب بکنیم در مثلا 10 سال آینده. در حالی که این یک خطای محاسباتی آشکاره، به خاطر اینکه سالهای جنگ موضوعش کاملا متفاوت بود، وضعیت داخل کشور و هم در واقع تفکراتی که اون زمان در اون موقع وجود داشت کاملا متفاوت بود و امروز در واقع مردم فشار اقتصادی و اینکه سرمایه اجتماعی اعتماد میان اونها کاهش پیدا کرده، ممکن است بروز یک جنگ اولا محدود نشه به اون چیزی که اونها تصور میکنن و یک جنگ دامنه‌دار گسترده‌ای کشور رو درگیر بکنه. بنابراین این یک خطای محاسباتی است، اما متاسفانه باید گفت که تندروها هم در ایران معتقد به جنگند و بخشی از تندروها در امریکا که اونها هم در حال شارژ کردن دائم آقای ترامپ برای حمله به ایران هستن. آقای فرور بفهمید شما در این مورد جنایی در ایران اونطور که گفته میشه منافع و مساله خودشو در وضعیت موجود و احتمالا جنگی تازه میبینید و یه احتمال کسانی هم در آمریکا و جای دیگه، در ایران چگونه میبینید؟ پایان برنامه نزدیک میشیم، من دوباره صحبتم رو تکرار میکنم گویا بقیه دوست عزیزمون سوء تفاهم. خیلی کوتاه بفرمایید اگه تکرار هست بفرمایید. تفاوت هست بین تاکتیک و استراتژی. استراتژی هدفهای دراز مدت رو دنبال میکنه، تاکتیک مسائلی که در کوتاه مدت ممکنه تغییر جهت بده. خمینی تمام اهدافی که برای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود بعد از 40 سال که نگاه میکنیم الان رفتن، یمن، سوریه، عراق و جاهای دیگه. درسته یه جا جام زهر خورد، یه جا کوتاه اومدن، اونا تاکتیکی و کوتاه مدت بود.
دوما جنگ رو دونالد ترامپ دامن نمیزنه. دونالد ترامپ اینو اصلا اینو اشاره کردید آقای فرور. ببینید در مورد حکومت ایران تمام نظام جمهوری اسلامی در رابطه با حد اهداف جمهوری اسلامی یک پارچه است. اهداف اقتصادیشون رو باید یادآوری کنیم. اهداف اقتصادی سپاه پاسداران در لبنان چرا در واقع صحبت نمی‌کنی؟ اهداف اقتصادی و استراتژیش سپاه پاسداران برای بندرهایی که در سوریه بشار اسد در اختیارشون میذاره، برای صادرات نفت قاچاقشون که امروز کشتی‌هایی که 500 هزار بشکه نفت روزانه جمهوری اسلامی از طریق کشتی‌های قاچاق صادر می‌کرد، امروز میتونن به خاطر اینکه مانیتور شده باید از طریق بندرهای دریای مدیترانه که دست میخواد نفوذی‌های خودشون باشه، اینا رو باید صحبت کنیم. فقط منابع اقتصادیشون در منطقه. چرا درباره یمن صحبت نمی‌کنیم؟ چه مسئله بنادر یمن اهمیت داره برای نیروی دریایی و نظامی جمهوری اسلامی برای کنترل مسائل اقتصادی شاخ آفریقا؟ اینا رو وقتی نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که درسته که این اژدها چندین سر داره، ولی در آخر این اژدها یک هدف داره و اون قدرت کامل در خاورمیانه. این قدرت رو هم نه فقط برای ایران نمیخواد، بلکه برای اهداف ایدئولوژیکش میخواد. سپاسگزارم، در خدمت. آقای توفیقی، حضور نیروهای حزب الله رو و همینطور هشت شعبی رو در ایران و بقیه متحدان سپاه پاسداران رو در این شرایط و اقدامی که حزب الله گفته میشه در عراق انجام دادن یا نیروهای دیگری وابسته به حکومت ایران، چون اخبار مختلفی اومده در از انفجار یک موشک یا یک کاتیوشا در نزدیکی سفارت آمریکا، اینا رو مجموعاً شما چطور ارزیابی میکنید در یک منظر؟ والا من برخلاف دوستمون آقای فروهر خیلی معتقد نیستم که جمهوری اسلامی داره یک چنین عمق استراتژیکی باشه که تا شاخ افریقا در واقع رفته باشه و از این کارا. ببینید، جمهوری اسلامی یک سری گروه نیابتی داره، از جمله حزب الله در لبنان، از جمله چندین گروه مثل هشت شعبی و اینها در عراق، و یک کمک های در واقع خاصی هم به یمنی ها داره میکنه. اما در اینکه به صورت تئوریک و در روی کاغذ اونها به دنبال یک چنین گسترش ایدئولوژیکی هستن، من هم موافقم، اما در حال حاضر در یک چنین وضعیتی قرار ندارن. البته این گروه های نیابتی رو مثل حزب الله لبنان و یا هشت شعبی در عراق طبیعتا هم پیمان خودش به حساب میاره، و اگر قرار باشه در تقابلی که در حال حاضر به وجود اومده و جنگی که فعلا در مرحله لفظی و روانی هستش، اگر در واقع ایران بخواد از این کارت‌ها استفاده بکنه، طبیعتاً قادر به این کار هستش، مخصوصاً در عراق که در حال حاضر حکومت مرکزی در واقع قوی هم نداره و گروه‌های سیاسی شیعه و همراستا با ایران هم اونها در قدرت مرکزی عراق نقش ویژه‌ای دارند، قادر به استفاده از این کارت خواهد بود. اما نکته اصلی اینه که آیا واقعا استفاده از این کارت ها منافع ملی ما رو تامین خواهد کرد؟ آیا منافع ملی ایران در این هستش که گروه های نیابتی مثل حزب الله لبنان و یا هشت شعبی در عراق مثلا یک کاتیوشایی به سمت سفارت یک کشوری پرتاب بکنن و یا مثلا به صورت نیابتی در یک جای بمب بگذارن؟ من تصور میکنم که این کاملا اشتباه هستش. این اشتباه استراتژیک سیاستمداران و حاکمان جمهوری اسلامی است که تصور میکنند با این گونه کارها قادر به مرعوب کردن در واقع کشورهایی مثل امریکا و یا کشورهای منطقه خواهند. آقای چلنگی 10 ثانیه خواهش میکنم. بفرمایید. آقای توفیقی، من مستند اینو میدونم که از روز اولی که جمهوری اسلامی وجود داشت در مدارس مذهبی مانند علوی و دیگران درباره گروه‌های اسلامی از موروی فیلیپین گرفته تا شاخ آفریقا درس سیاسی میدادن. نسلی که امروز در وزارت اطلاعات و وزارت خارجه است شاگردان مدارسی مثل مدرسه مفید که رئیس دفتر آقای رجایی اونجا درس تحلیل سیاسی میداد. من میدونم این رو،
دربارش تحقیق کردم. خب بله ببینید، در این زمینی که شما اشاره میکنید آقای فرور، اجازه بفرمایید شما 10 ثانیه وقت خواستید، ما 10 ثانیه و بیشتر دادیم. ببینید در این زمینه که از آفریقا، کشورهای آفریقایی مختلف، از نیجریه، از شیخ زکزکی تا جاهای دیگه، همه آمدن در ایران، کمک‌های مالی که حکومت ایران کرده به گروه‌های مختلف در آفریقا، در کشورهای آسیایی و جاهای دیگه، این گزارش های بسیار زیادی منتشر شده. خود ما هم در اینجا در مهمانان دیگری در تفسیر خبر بارها در این زمین صحبت کردن. بس بستر اینه که ایشون استراتژی میگن که یک استراتژی روشنی آیا جمهوری اسلامی داره برای این کار داره. یعنی توسعه قدرت حکومتی خودش تا اونجاها، چون این خیلی کوتاه بفرمایید چلنگی، از روز اول، نه از قبل از انقلابشون، زمانی که موسی صدر و قذافی سر به نیست میکنه، تنها رقیب خمینی رو در لبنان، این ادامه داشته. اینها در اون اردوگاه تعلیم دادن در فلسطین و از روز اول در مدارسی مثل مدرسه مفید و مدارس دیگر مذهبی درس تحلیل سیاسی در کارنامه شاگردان بوده. من میتونم حتی کارنامه رو بیارم جلو دوربین نشون بدم دوستان. و این در تمام این گروه های اسلامی درس داده می شده. این امروز اون شاگردان وزیران کابینه آقای روحانی هستن. بله الان در دانشگاه امام صادق هست و بقیه جایی که هست، ملک عبدالله پادشاه اردن هم اشاره کرد راجب هلال شیعه ای که وجود داره. اگر سخنی هست در همین زمینه 30 ثانیه وقت هست آقای توفیقی، بفرمایید. نه من در واقع فقط میخوام، من که با آقای فروهر مخالفتی ندارم در این که به هر حال جمهوری اسلامی در تربیت این نیروها تلاش خودش رو کرده، اما نتیجه نهایی اون به نفع در واقع مردم ایران نیستش، به نفع در واقع حتی خود جمهوری اسلامی هم نیستش. یعنی حتی اگر حاکمان جمهوری اسلامی خیلی عقل به خرج میدادن که متاسفانه با اون قهر هستن، با در واقع منطق عقل گرایانه، میدیدن که این کارها به ضررشون هستش نه به نفعشون. سپاسگزار هستیم آقای توفیقی، آقای آلان توفیقی، دکتر آلان توفیقی در پاریس. با سپاس از شما و با سپاس از شما آقای خسرو فروهر در وین. سپاسگزارم از و مهمان گرامی. و هر دو مهمان عملا به یک نتیجه رسیدی که حکومت ایران اونچه که آقای توفیقی به عنوان یک پزشکم گفت، با عقل و خرد در جهت منافع ملی ایران چندون میونه خوبی نداره و پرسش بعدی قطعا این خواهد بود، هست برای بینندگان عزیز همواره بوده در زندگی روزمره، که آیا ادامه این وضعیت میتونه به عقل بیاره؟ آیا 40 سالو چند ماه کافی نیست که به این امامزاده آیا باز میشه دخیل بست یا خیر؟ فقط پرسشی است در برابر بینندگان که روزمره با اون سر کار دارن. سپاس دوباره از میهمانان و همینطور سپاس از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق رضایی عزیز مسئول دوربین ها، امین تهیه کننده برنامه و علی عزیز کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.